سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره در برنامه های ایران فردا درودی ویژه دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب چهارشنبه چهاردهم شهریور ماه ایرانی برابر با چهارم سپتامبر 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم کماکان در قیاب مطبوعات چاپ تهران و کماکان در یک تعطیلی طولانی در ایران اما نگاهی خواهیم داشت به تازه هایی از ایران منطقه و جهان خبرها بیشمار هست و البته من در شبهای گذشته هم وعده داده بودم که برخی از موضوعات از پیش تعیین شده رو برای شما به اشتراک بذارم که میخوام اتفاقا تا قبل از اینکه بخواد دیر بشه یا بخوام تایم رو از دست بدم همون گونه که وعده کرده بودم بخشی از مناظره ای آقای زیدآبادی و همینطور آقای طائب یک مقام امنیتی که در عهد 88 سر سلسله جنبان سرکوبگری ها بود و دیگر قربانی که به ناحق مدت های مدید در زندان مانده بود خب در شهر شبکه ها هنوز این مناظره مورد بحث و بررسی ها واقع می شود و نظرات زیادی روی اینها متمرکز شده بعضا آقای زیدابادی رو تحسین و ستایش می کنند که خب جلوه از یک جامعه مدنی است جانی می دهد هنوز مناظره می کند به حقیقت مطلبی می گوید جمعی رو هم از ایشون آزردگی هست خودش هم در مصاحبهش هم میگه گلایه دارن که با این همه ظلم و ستمی رو که تحمل کرده چرا میبایسته این میزان نظام نوازی کنه این همه حامی مشارکت و انتخابات و مشارکت انتخاباتی باشه این گلایه ها دیدم در شهر شبکه ها وجود داره حالا جدای از این که چه نقدی بر آقای در واقع زیدابادی هست یک نکاتی رو میگی که خیلی تلخ میاد اصلا البته همه ما میدانیم که در زیل نظام فقها در زیل نظام ظلمانی و ظالمانی اینها چه گذشت اما از اینکه در یک برنامه رسمی حالا تو تلویزیون نبوده یک از این شبکه های مستقل هست نام حرف نو از اینکه تو یک برنامه رسمی به هر روی مجوز داره تو ایران و آقای طائب هم روبرو نشسته و آقای زیدابادی اینها رو بیان میکنه خب بار دیگر انسان تکان میخوره دیگه مشخصا جایی که از ایام حبس و حصر خودش در زندان میگه پنج ماه انفرادی میگه اجبار میکردن میگفتن بایستی اعتراف بکنی به مسئله جنسی و جایی که اصلا میمونه میگه نمیتونم خیلی چیزا رو بگم این گوشه رو ببینیم بعد من ادامه بدم مطلب رو خون که ریخته شده پای ایناست مسببه سببشه این که با این حساب شما پس عامل مثلا قتل امار هم علی بوده من سال 79 زندان بودم سال 82 بودم 88 هشتم بودم زن مخفی بودم بازداشت که پنج و نو و و چه میدونم هر جا شو بگید بودم گفتن حرف زیادی نزنید و به و قصد حسب این ها آمدن شرایط رو امنیتی کردن برخورد کردن بچه های مردم رو گرفتن زدن بستن بردن شکنجه کردن در کهریزه کشتن در زندان اوین تحت شدیدترین فشارهای امنیتی قرار دادن سریح و هر حال هر بود که یا اعتراف میکنی و تباب میشه حالا اونا نسبت میدادن یا آقا گفته که میکشون تون بالا این چقدر اعتراف مسائل جنسی صورت گرفونم به دروغ خب این چه ربطی به اعتراض داره چه ربطی به نقشه آمریکا داره خب بخشی از یک مناظری رو ما داریم با هم مرور میکنیم میبینیم که شبهای گذشته هم وعدش رو داده بودم که امشب باز بنابر تعطیلی مطبوعاتی فرصتی به من دست داد که من بتونم تحلیلی داشته باشم به هواشی این مناظری که بین آقای زیدابادی و آقای طائب برقرار شد خب دیدید که چه سریع یک قربانی که روبروی یک قاتل قرار گرفته و یک جانی قرار گرفته میگه که در زندان با اینها چه کار میکردن مجبور میکردن به اعتراف اجباری نسبت مسئله جنسی که البته اون آقای تایب دیگه مطلبی نداره بگه فقط یه جا ایشون رو میپرسه که آیا کتک هم خوردی از سپاه یا از سوی وزارت و ایشون پاسخ میده که کاش کتک میخوردم و از اون وضعیت زودتر رها میشدم این نکته قابل تعمل و توجه بوده ببینیم شما بازجویتون توی سپاه بود یا وزارت اول تو سپاه بود بعد دادنم تحویل وزارت نه اینایی که میگفتی تو بازوی سپاه بودن یا وزارت تو وزارت بود تو سپاه هم کتک زدن؟ تو سپاه در یک شرایطی نگه نه داشتن در رو قوجا کتک نزدن ولی کاش که کتک میزد گوشه دیگری از یک مناظری رو میبینیم که آقای زیدابادی و آقای تائب ماجرای یک شکنجگر قاتل سرسلسل جنبانه سیستم سرکوب در یک سوی ماجرا و یک قربانی که روبروی هم قرار گرفتن و جالب اینجا بود که آقای زیدابودی خیلی اصلا به خودش هم نگاه نمیکرد انتقادهای بسیار تندی می کرد من دارم اشاره می کنم که واکنش بخش از افکار مومی در شهر شبکه هم در این رابطه ها جالبه خب آقای زیدابادی نخستین بار مدیر تلویزیون ایران فردا شخصی آقای نوریزاده بود که ایشون رو شرف عال قلم نامیده بود در یکی از اتاقای کلاب هاوسم، این رو مطرح کرده بود به این عبارت برای ایشون خب واقعا در اون مقطع باستاب و انعکاسی از رنج بود که ایشون متحمل میشد و صلابتی بود که داشت و صداقتی بود که داشت اما رفتارهای بعدی آقای زیدابادی دستخوش تحلیل های بعدی شد یعنی بسیاری از نیروهای مشخصا موسوم به برانداز جمهوری اسلامی که برون مرز نشین هستن گوشه های از رفتار ایشون رو به نقد نشستن اظهار نارضایتی کردن ایشون رو حاکمیتی خواندن همه اینها هم درست نیست آقای زیدابادی نه حاکمیتی همون زمانی که به ایشون حمله میشد حتی اون تتم پولی که در حساب داشت محروم کردن که نذاشتن از بانک پول بگیره یعنی خیلی محروم تبعید و مسائل اما از اینکه خب روبروی یک قاتل می نشیند و این گونه مناظره می کند، این ارزنده هست من همیشه در پیشبرد اهداف دموکراسی خواهی معتقدم که ظرفیت های نهان یک جامعه رو نباید دست کم گرفت اگر در یک جامعه ای که یک انسان مثل جناب آقای زیدآبادی این گونه سیستم سرکوب رو نشان می گیره و به چالش میکشونه و حرفاشو میزنه و میگه شما در توهم هستید بخوایم به خاطر یک اکت دیگر سیاسی که مثلا معتقده که چه میدانم بایستی در فلان انتخابات شرکت کرد کلا سنگسار کنیم و ریگ بزنیم و نادیده بگیریم این کار غلطیه این کار درست نیست این کمک نمیکنه مسیر جنبش جامعه مدنی رو اگر معتقدیم که برای تغییر بزرگ در ساختار سیاسی ایران باید به شیوه های مدنی در واقع متوسل شویم اینها از اون شیوه های مدنی است یعنی کنش های روشنگرانه اونم در این سطو که آشیان و لایه های امنیتی رو یک جوری وا میده میرسیم به جایی که تنش این دو روی محصورین جنبش سبز بالاتر و بالاتر میده که آقای طائب اصلا به یک دوگانه میفته یه جا میگه بایستی اعدام بشن اگر اینو بخوان دادگاهی به شما دا اعلام بشن یه جا هم ازش میپرسه که خب اگه خودی بود چیکار میکنه گفت من من گفتم که آزادشون کنن خیلی تناقض یک چهره امنیتی بی که نه علم امنیت میدونه و نه اصلا متد کلامی رو در این رابطه مشخص میدونه این کوتاه این بخش رو ببینیم شما در یکی از گفتگوهاتون اینجوری که حالا خاطرم هست گفتید که اینو اگه دادگاه برن اعدام میشه حتماً و این به ضرر نظام یعنی میکنم یعنی اگر شما آمدی این خون هایی که ریخته شده پای ایناست مسببن سببشه این که یعنی میگی... با این حساب شما پس عامل مثلا قتل امار هم علی بوده دیگه با عزیزمان. این عزیزمان. حساب این چه یه کسی دیگه کشته تو شما عزیزمان. میگید پای این حالا آقای زیدبادی چون چون پاسخ سریع به هنگام داد من فعلا اینو تفسیر نمی کنم بقیه بشنویم معاوی... معاویه, در نبرد سفین متهم خونها هست یا نیست خب معاویه هست میگم شما اما رو میخواید من, عزیز من. اگر بخوای علی ابن ابی طالبو و چیز اون کنی اومده جنگیده شما اصله, اصله داشته معاویه... اون که اصله نداشته حالا ن.. این بحث تاریخی نمیخوایم بکنیم م... ولی اصلا نوع استدلالتون مثل استدلال واقعا معاویه این تو م... میگه نوع استدلال شما استدلال از جنس معاویه هست خب این خیلی شجاعت میخواد که باقی طائب جلوی دوربین که شما شبیه معاویه هستید ببینیم کوتاه. میگفتن که آقا حدیث داشتیم از پیغمبر که امار رو یک گروه فاجری میکشه میگفتن خب عاملش اون بود یعنی حتما باید, این تشویش شما رو بپذیرن نمیگم بپذیرید ولی میگم اینه. شبیه اینه دوباره میخواید آخه کنید که... آقای هاش قاسم سلیمانی رو زدن آقا فرمود آمرین و عاملین بعد مجازات بشه اینکه به خودتون سوال... برمیگرده آمرین من... آمرین مگر اینه. آی... آمرین آمرین ای... گفته کسی رو بکشن یا آمل کشتن کسی که که آقای موسوی چون فراقان گفته بیاد تو خیلی خب اینجوری که خب همه دو خب این که در واقع مسبب تمام خونهایی که در فلسطین هم الان داره میریزه خود حماسه که اشکال نداره اون میگه بیان شما اشکال نداره ما مورد مصالحه شما پاشوای میسین پاشوای میسین پاشو میگیم حقه چجوری پاشوای میسین میگیم وای میسین میگیم ما باید شهید یعنی... میدادیم. یعنی امیرالمومنین لشکر رو که راه انداخت میگه... آورده آه... م... میگه باید شهید بدیم اون که بعد شهید سوال... بدیم از خودتون شهید بدید بس ببین چیز دیگریه اعنی... مردم برای چی بله خیلی رسما میگه که بایستی کشته بدیم شهید بدیم یعنی دنبال خون و خونریزی هستن افرادی مثل تایب ها خلاص این مصاحبه یک مناظره مناظری بسیار طولانی بوده من بخشاش رو مطرح کردم مشخصا جاهایی که چالشی تر میشه مثل همین نکته که الان با هم دیدیم و مشخصا جاهایی که آقای زیدابادی روی رویشان استادگی میکنه و از مظالم و جنایت ارتکابی در زندان و بازداشتگاه ها میگه از آقای ابتهی میگه اونجا بحث خیلی بالا میره من متاسفانه بیش از این وقت نمی کنم به اون بپردازم ولی یک جای آقای طائب بس آقای ابتهی که میشه در نهایت قباحت با استناد به آقای محمد نوریزاد میگه که آقای ابتهی شما نگران نباش که خلع لباس شده ایشون بدون لباس آزادتر زندگی میکنه ایشون مقطعی رئیس صدا و سرپرست صدا و سیمای ایران در لبنان بوده اونجا آن کار دیگر میکرد یه تکه این رو ببینیم آقای ابتحی؟ هیچ قبایی از این که بی به نداره میفرمایید فرمایید آخونده یه باقی ابتهی با محمد نوریزاد با هم در افتاده محمد نوریزاد که الان آی ابتهی مسئول صدا و سیمای بیروت بود یه موقع با هم در افتاده محمد نوریزاد بهش پیام داد گفت اگر میخوای علیه هم حرف بزنیم منم فیلم هایی که نسبت به بیرو دزد دارم اونا رو مردم نشون میدم آی ابتعی در لباس آزاده چرا قصه آی ابتعی رو نخو دیدیم بخش دیگری از اظهارات آقای تائب رو که در پاسخ به آقای زیدابادی که اشاره کردن آقای ابتهی در زیر شکنجه ها اعتراف دروغین کرد و مسئله از این دست و یه روحانی که به هر روی روحانی هم و خلی لباس شد آقای طائب صراحتاً به نقل از یک مقام دیگری بنام آقای نوریزاد که آمده خوشحالون هزار تو درد داره بیان میکنه که آره ایشون عکسای خصوصی در لبنان داره و یعنی ایشون یک فاسده شما نگران نباشید نگر... یعنی تماماً لسان لسان فاسدانه یعنی خب آقای زیدآبادی پاسخاشون حقیقتاً پاسخهای خیلی هوشمندانه بوده خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم بعد از این مطلب با دیگر مطالب منتخب از جمله موضوعاتی که کماکان بر صدر بسیاری از رسانه هاست و هم رسانه داخلی و هم خارجی هم مقامات جمهوری اسلامی سعی میکنن به اون واکنش نشون بدن نوع مواجهه جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل چه میشود آخر؟ آیا جنگ میکند؟ آیا حمله میکند؟ آیا انتقام خون مهمان خودش هنیه رو در ایران میخواد بگیره یا نه؟ کشور اسرائیل با تدابیر پیشندیشانه و بازدارنده عملاً اصل خسم رو و اصل قدرت ادعایی و ادعای اختداریشون رو در خود خانهشون ناک آوت کرده بر زمین منکوب کرده در این رابطه مشخص گزارشی منتشر شده که گوی یا اسرائیل های اس سد جمهوری اسلامی رو در یک عملیات بازدارنده زد و جمهوری اسلامی امکان شلیک هیچ موشکی رو نداره و این بود کل ادعاها و توانمندیهاشون درست صحنه صدام حسین که قبل در قبل جنگ, ج... جنگ خلیج فارس به یاد داریم که تمام آشیان و هواپیماهاش هاش اونقدر زدن که مجبور شد بخشش رو به ایران بیاره در هر روی گویا حسب گزارش های انتشار یافته رسانه اسرائیلی اورشلیم پست در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت که به احتمال زیاد حمله اسرائیل به سامانه اس 300 ایران باعث شد که جمهوری اسلامی و متحدش حزب لبنان از حملات بعدی و اقدام های تلافی جویان منصرف شوند البته انصرافی در کار نیست امکانشو دیگه نداشتن وقتی سامانه های سی 300 بر زمین منکوب بشه اصلا به لحاظ بخشی از قابلیت نظامی ناتوان شدن قطعا این پیام رو هم دریافتن که وقتی این میزان توان هست در عملیات بازدارنده میتواند به نیروگاه های هستهی هم حمله کنیم در هر صورت منابع بلندپایه گفتند که حمله ارتش اسرائیل به سامانه موشکی ضد هوایی اس 300 ایران در روز 19 آوریل که به عنوان انتقام از پرتاب بیش از 300 موشک و پهپاد هوایی به سمت اسرائیل انجام شده بود تأثیرش را به جا گذاشت و در این تصمیم جمهوری اسلامی و حزب الله که از حملات انتقامی بابت کشته شدن فعاد شکر و اسماعیل هنیه منصرف شوند به میزان قابل توجهی اثر داشت این منابع افزودند که نحوه بازدارندگی حملات پیشین اسرائیل برای تهران و حزب الله متفاوت بود اما در نهایت سبب شد هر دو برای اجرای حملات تلافی جویانه محتاط شوند اورشلیم پست درباره اقدام نکردن تهران نوشت که منابع آگاه معتقدند خامنه ای پس از حمله اسرائیل به سامانه اس 300 متوجه برتری نظامی تلاویو شد در همین حال او و نیروهای مسلحش از این قافلگیری و اینکه مطمئن نیستند اسرائیل چگونه آن حمله را انجام داده بیشتر آشفته تر شدن این مطلبم خیلی طولانی درازی دوست داشتم بیشتر این رو به ولی خب چون میخوام چند تا مطلب دیگر مرور کنم این بحث رو میبندم فقط اشاره کنم که همین که با یک حمله بازدارنده هم امنیت اسرائیل تضمین میشه هم امکانات نظامی دشمن یعنی جمهوری اسلامی بر زمین منکوب میشه هم آشفتهالی و پریشانندیشی های مقامات حاکم در جمهوری اسلامی به قدری مستمر میشه که باز دیدم ادعا کردن که ما کارمون رو کردیم وضعیت اضطرار و حراسی که به تعبیر خود جمهوری اسلامی و اضطراب و انتظاری که اسرائیل با آن مبتلا شده همین شکنجه هست و همین اتفاق میکنه الانم دیدم این یکی از مقامات جمهوری اسلامی مجدد این مطلب رو مطرح کرد خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب ماجراهای جدال اسرائیل غزه و نوع مواجهه امریکا مجموعه تظاهرات اعتراضی که به نفع غزه ها و حماسی ها در اقصا عالم صورت گرفته خب همواره دولت بایدن و حتی معاون ایشون کامالا هریس که نامزدیه ریاست جمهوری رو هم داره در مزان این اتهام قرار داده بوده که بیش از اندازه داره چشمشون رو نسبت به جنایات اسرائیل در غزه میبندن اما در تازه ترین اینجاست که من میگم که سیاست راهبردی امریکا کماکان محکومیت غزه با حماس هست غزه که میگم سیاست های ماجراجویانه حماس در غزه نه خدا نکرده محکومیت ساکنان غزه باشه و این بدان, بدان معنای کلمه هست که همواره در کنار اسرائیل خواست خواهد بود الان در تازه ترین گزارش ها اعلام شده که آمریکا علیه یحیی سنوار رهبر حماس نیز اعلام جرم کرد وزارت دادگستری آمریکا رسما علیه یحیی سنوار رهبر جدید حماس به علت آنچه در جریان حمله 7 اکتبر این گروه به اسرائیل روی داد اعلام جرم کرد این نخستین اقدام رسمی امریکا علیه یه یا سنوار است که در زمان حمله هفته اکتبر رئیس تشکیلات حماس در داخل غزه بود و از او به امور مغز متفکر این حمله یاد شد. دادگستری آمریکا دیروز سه شنبه شکایت رسمی خود علیه سنوار رو که در دادگاه فدرال نیویورک ثبت شد علنی کرد و گفت که طی این پرونده رهبر حماس به هفت فقره اتهام جنایی از جمله کشتن شهروندان آمریکایی و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی متهم شده است و بالاخره برمیگردم دوباره به ایران آقای عارف معاون آقای پزشکیان کماکان بر صدر خیلی خبرهاست البته یک شایعه منتشر شده بود من شخصا هنوز مطمئن نیستم و نمیدانم جنس خبر خبرهای زرد در علم روزنامه‌نگاری به مشام میآمد فیک نیوز میتونست باشه میتونم نباشه نمیدونم خب همه شما آگاهی یافتید که در یک جلسه که برای جلسه تودی و معارفه یکی از وزرا بوده پسر آقای عارف که خود رو قبلا ژن برتر مینامید میگفت اصلا ما اصلا جنسن نسبت به ساگر مردم برتریم ایشون در اون جلسه حضور داشت و خبرنگاران نمی باید حضور می داشتن گویا یکی از خبرنگاران حاضر در اون جلسه که عکس حضور پسر آقای عارف رو منتشر کرده بود گفته شده در یک حادثه مشکوک کشته شده خانم سارا تاووسی خبرنگار ورزشی در پی آنچه که ابتدا سقوط از ارتفاع و سپس سانحه رانندگی ادعا شد به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد ایشان در جلسه هیئت دولت که فرزند محمد رضا عارف معاون اول مسئول پزشکیان حضور داشت و اعلام شده بود که نباید تصویر برداری شود تصویری از فرزند عارف رو افشا کرده بود البته جزئیات دقیقی هنوز از نحوه مرگ مشکوک او در دسترس نیست من فقط خیلی کوتاه بایستی اشاره کنیم که مرک مشکوک علیه خبرنگاران همواره وجود داشته خانم شیده لالمی یه خبرنگار دیگری بوده که نخستین بار گزارش گورخاب ها رو نوشت و 17 صفحه یه گزارش ویژه ای رو نسبت به نقش نهادهای نظامی در شلیک آمدانه به هواپیمای مسافربری اوکراینی اون گزارش رو منتشر کرده بود و ایشون هم تحت این عنوان که خونه نشت گاز صورت گرفت و در خفگی گاز درگذشت همون زمان من که شخصا نشانه نشان کردم که طی یک فرایند قصف زنجیری اینا کشته میشن این خانم خبرنگار هم به هر روی یک امر بزرگی رو اعتمالا نادیده گرفته عکسی رو منتشر کرده که نهادهای امنیتی براشون خوشایند نبوده که از هیئت دولت اگر گفته بودن که نبایستی منتشر بشه منتشر کرد و و احتمالا نظر به دوگانگی در اظهار موازه مقامات یکی بحث از ارتفاع رو مطرح میکنن حالا بماند خود سقوط از ارتفاع یک کد امنیتیه چون تو جنبش زن زندگی آزادی هم دیدیم که چند نفری رو با این شیوه در واقع به قطع می میرساندن علا یا حالا در شهر شبکه هم موضوع بسیار برجسته شده بود که احتمال قتل آمدانه ایشان وجود دارد با توجه به سوابقی که حکومت اسلامی در حضو خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مستقل یک ید طولایی دارد عملا وقت برنامه من به پایان رسید بسیار مایل بودم بخش از اظهارات آقای عارف رو منتشر کنم که در جلسه و معارفه ی وزیر ورزش خواهان بازگشت برخی از ورزشکاران و جوانانی شده بود که از زمینه ی ورزش مهاجرت کرده بودند و اصلا گفته فارغ از هر دلیلی بایستی کمیته های تشکیل بشه که بتونن اینها رو با احترام برگردونن ببینید یه تعداد از جوان های عزیز ما که مرود به شماست به هر دلیل مهاجرت کردن حالا رفته قهرمان شده جوگیر شده جوان بوده یا از خب بنام رزی کردن اصلا وارد دلیلش نشید امروز این عزیزا ما در شما نیستیم خواهش میکنم به طور جدی برای بازگردادنشون برنامه ریزی کنیم با مکانزم تشویقی و با احترام بتونیم این جوانان عزیز که مهاجرت کردن رو افتخار کنیم که در من فقط یک نمونه کوتاه رو اشاره کنم که آقای آرش آقایی یکی از هموطنان ما بوده جدوکار بوده در تیم آذربایجان رفته بود خلاصه با همین شیوه‌ها ها برگردوندنش و بعد گفتن در حین تمرین با برق برق گرفتتش رو کشته شد طبیعتا ورزشکارانی که تجربه های تلخ این مدلی رو جلوی چشمشون دارن به نظام جمهوری اسلامی نه تنها اعتماد نمی کنند الان منم اینجا میگم که به جای تشویق برای بازگشت در واقع کسانی که حالا مشکلات سیاسی داشتن و مسائلی از این دست اون آقای تادزاده که داخل زندانه و از تا حدود زیادی با خودتون همسویی داره اون رو آزاد کنید که فقط به خاطر انتقاد به خامنه ای نه سال ده سال تو زندانه نیازی نیست که پیام محبت و مودت و ارادت بدید که دیگر فعالان سیاسی سی رو بخواد بکشونید به داخل ایران و بیان کنید که همه مشکلات حل می شود و مشکلی نیست اونا که داخل هستن رو اول آزاد کنید بعد دیگه خواستید پیام محبت و ارادت اعلام کنید و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می رسد تا درودی دوباره در شامگاهی دگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود